بسم الله الرحمن الرحيم لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. امیر المؤمنین صلوات الله و سلامه علیه را داشتیم در اون فضای ملکوتی منبر رسول الله صلی الله علیه و آله و با مقدمه سلونی قبل ان تفقدونی که سوالاتی از امیر المؤمنین مدینه علم رسول الله شد و حضرت پاسخهایی دادن تا اینکه خضر آمد و سوالات خودش رو پرسید و نهان شد. ثم قال سلونی قبل ان تفقدونی فلم یقم الیه احد. دوباره امیرالمؤمنین ندا دادند که از من بپرسید قبل از این که مرا از دست بدهید. دیگه کسی برنخواست و از امیرالمؤمنین سوالی نکردند. فحمد الله و اثنى علیه و صلی علی نبیه صلی الله علیه و آله. امیر المؤمنین حمد خدا و ثنای الهی و صلوات بر پیامبر فرمودند و فرمودند به امام حسن مجتبی علیه السلام یا حسن قم فاصعد المنبر فتکلم بکلام لا تجهلک قریش من بعدی فیقولون ان الحسن ابن علی لا یحسن شیئا. امیرالمؤمنین علیه السلام رو به امام مجتبی فرمودند که فرزندم حسن برو بالای منبر و کلامی بگو که بعد از تو معلوم باشه کاملا، بعد از من کسی تو را جاهل نباشه، قدر و مقام و منزلت تو کاملا معلوم باشه و بعد از من کسی نگوید که حسن ابن علی سخن گفتن نتواند. قال الحسن علیه السلام یا ابه کیف اسعد و اتکلم و انت فی الناس تسمع و ترا. امام مجتبی مقدمه جالبی عجیبی، اولا که روی منبر رفتن کلامی را که کل معارف عالم، کل حقایق عالم، کل مصالح عالم در اون جمله نهفته بود بر زبان راندند و نیز به این مردم فهموندند که من که امام مجتبی هستم در حضور امیرالمؤمنین علیه السلام نباید حرف بزنم. اون وقت شما از حرف گذشته کسی رو میارید به جای علی می نشانید. الدهر انزلنی انزلنی حتی قالوا علی و معاویه. منی را که در کنار پیامبر بودم، جبرئیل هرگاه نازل می شد من حضور داشتم. اون وقت کسانی که در دوران پیامبر اسمشون بیان نمی شد من کی با بزرگترین اینها مقارن می شدم که با این پسترینشون حالا مقارن بشم. اون وقت شما مردم مرا اونقدر پایین آوردید که مردم بیان بگن یکی از این دوتا را انتخاب کنیم، علی را یا معاویه را. مشکلی نیست، شما تو کل عالم بگردی شیطان پرست ها خیلی بیشترند از خدا پرست ها. قانون عالم اینه، حق و حقیقت ارزشمنده، ارزشمند میخواد. ببین در دنیا چقدر افرادی هستند که ارزش دارند که دنبال ارزشمند برند. فرمود پسرم برو بر منبر سخن بگو تا بعد از من مقام تو معلوم باشه. عرضه داشت پدرم چطور در حضور شما سخن بگم؟ قال له به ابی و امی اواری نفسی انک و اسمع و ارا و انت لا ترانی. پسرم من میرم خودم پنهان میکنم، تو که امام بعد از منی در پنهانی من سخن بگو. فصعد الحسن علیه السلام المنبر، امام مجتبی علیه السلام بر منبر رفتن. فحمد الله به محامد بلیغت شریفه، حمد بلیغ و شریفی برای خدای تعالی گفت. و صلی علی النبی صلی الله علیه و آله صلاة موجزه و درود مختصری بر پیامبر. ثم قال ایها الناس، به فرمان امیر المؤمنین، حجت بعد از امیر المؤمنین بر منبر پیغمبر قرار گرفته، باید مطلبی را بگوید که عظمت امام مجتبی را روشن کنه که احدی در آینده نتونه حق امام مجتبی را پایمال کنه و مقام امام مجتبی را نشناسه. قال ایها الناس سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله یقول انا مدینة العلم و علی بابها و هل تدخل المدینه الا من بابها. ثم نزل فوثب الیه علی علیه السلام فحمله و ضمه الی صدره. همین کلام را فرمود، کل معارف عالم وجود را، کل حقایق عالم وجود را در یک کلمه مختصر کرد. فرمود مردم، علی، پیغمبر فرمود من شهر علمم و علی در و دروازه‌ای و بابی است که فقط و فقط باید از اینجا وارد بشوید و از علم پیامبر استفاده کنید. هر که از غیر اون بره گمراه میشه، دزده و به نتیجه نمیرسه و مجرم خواهد بود. بعد حضرت از منبر پایین آمدن، امیرالمؤمنین علیه السلام آمدن و فرزند دلبندشون رو به سینه چسبانیدن. ثم قال للحسین علیه السلام، سپس به حسین علیه السلام فرمودن یا بنی قم فصعد المنبر و تکلم بکلام لا تجهلک قریش من بعدی. حسین جان برو بر منبر کلامی را بگو که قد منزلت تو بر قریشی که اینقدر شونه میکشن و میخوان خودشون را مقارن ما بدونن معلوم بشه. کسی نگه فردا حسین چیزی نداشته و قدرت بر سخن و مطلب و معارف نداشته. ولیکن کلامک تبعا لکلام اخیک، تمام کلام را، تمام معارف را برادرت امام حسن مجتبی گفت، در راستای کلام او حرکت کن. فصعد الحسین علیه السلام المنبر، امام حسین علیه السلام بالای منبر رفت. فحمد الله و اثنا علیه و صلی علی نبیه صلی الله علیه و آله صلاة موجزه. ثم قال، بعد از حمد و ثنای الهی و درود بر پیامبر فرمود معاشر الناس سمعت جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و هو یقول ان علی هو مدینة هدی فمن دخلها نجا و من تخلف عنها هلک. بعد از اون همه تحریف، بعد از اون همه تازیانه ها که به اصحاب پیامبر زدن که کسی حق نداره یک فضیلت از علی ابن ابی طالب نقل کنه، هر کس فضائل علی را بگوید به بدترین شکنجه ها و زندان ها گرفتار با قتل و شکنجه و برخورد با او میشد. امروز منبر برای چند لحظه‌ای افتاده دست معلمان ملائک و انبیا. ببین چه کردن و تا کجا رفتن. اللهم انی اسألك من علوك لأعلا و كل علوك عال. اللهم انی أسألك بعلومك كلي. مختصرترین کلام عالم و مفیدترین کلام عالم را زدن. شنیدم جدم رسول الله صلی الله علیه و آله می فرمود همانا علی مدینة هدی، علی شهر هدایت، فمن دخلها نجا، هر کس داخل این شهر شد هر کس به علی روی آورد نجات پیدا کرده و من تخلف عنها و هلک. هر کس از علی تخلف کنه و بیراه بره هلاک شده و عالم به فساد کشیده خواهد شد. فوسب الیه علی علیه السلام امیر المؤمنین علیه السلام. پریدن امام حسین علیه السلام رو گرفتن، به سینه چسبانیدند و بوسیدند، فرمودند معاشر الناس اشهدوا انهما فرخا رسول الله صلی الله علیه و آله. مردم ببینید، شاهد باشید، این دوتا، اینا فرزندان، نوه ها، جوجه های پیغمبر شما هستند، ودیعه پیغمبر شما هستند. التی استودعنیها، پیغمبر اینها را امانت به من سپرده و من این دوتا را امانت به شما میدم. تمام حقایق عالم رو به شما گفتن، راه سعادت بشر را الی یوم القیامه روشن کردن. معاشر الناس و رسول الله صلی الله علیه و آله سائلکم عنهما. مردم بدانید، بدانید پیامبر روز قیامت از شما سوال خواهد کرد که با حسنم و حسینم چه کردید، با امانتهای من چه کردید. خدایا به حق امیرالمؤمنین و اهل بیت معصومین صلوات الله علیهم اجمعین، ما که میدانیم همه در ادای حقوق اهل بیت علیهم السلام مقصریم، خدایا خودت با عفو رحمتت با ما معامله کن و به ما لطف و عنایت و توفیق، لطف و عنایتی داشته باش و توفیق عنایت فرما که اهل بیت صلوات الله علیهم اجمعین روز قیامت از ما به جدشون شکایت نکنند و رسول الله تقصیرات ما رو درگذره. خدا توفیق بده که از نواسب، خوارج، عاق اهل بیت علیهم السلام نباشیم. آمین یا رب العالمین. در باب 44 کتاب توحید مرحوم صدوق، حدیث سبخت الیهودی، یکی از تران یهودی به نام سبخت، امام صادق علیه السلام فرمودند که آمد نزد پیغمبر یهودی که نامش سبخت بود و گفت یا محمد جئت اسألک عن ربک فإن اجبتنی عما اسألک عن اتبعتک و الا رجعت. و گفت که یا محمد من اومدم یه سوالی از شما بکنم، اگر جواب منو دادید من تابع شما خواهم بود و اگر جواب ندادید من رجوع خواهم کرد. حضرت فرمودن هر چی میخواهی بپرس. فقال عین ربک، خدای تو کجاست؟ فقال هو فی کل مکان ولیس هو فی شیء من المکان محدود. خدا در همه جا هست، اما فکر نکنی که مکانها خدا را در بر گرفتند. گفت فکیف هو، چجوری میشه؟ یعنی چی؟ پس چه خدا چطوریه؟ فقال و کیف اسوی ربی بالکیف، من چطور خدای خودم را با کیف و صفت و حالت و چگونگی بیان کنم؟ ولی کیف مخلوق الله، در حالی که تمام صفات و احوال و چگونگی ها مخلوق خدای تبارک و تعالی است. والله لا یوصف به خلقه، خدا اگه میخواست مثل خلق باشه که وصف به صفات خلق بشه که خودش نیاز به خالق داشت، خدا وصف به صفات خلق نمیشه. قال فمن یعلم انک نبی، از کجا معلوم که شما پیامبر باشید؟ قال فما بقی حوله حجر ولا مدر ولا غیر ذلك الا تکلم بلسان عربی مبین. هیچ سنگ و شن و غیر اونها چی در گوشه کنار اونجا نمان الا این که همه با لسان و زبان عربی فصیح و آشکار گفتن یا شیخ انه رسول الله، این پیامبر خداست. قال سبیق تالله ما رأیتو کلیم ابین، من مثل امروز چیزی را آشکار و واضح و دلیل روشن ندیده بودم. سپس گفت اشهد ان لا اله الا الله و انک رسول الله، من شهادت میدم که خدایی جز پروردگار تعالی نیست و تو پیامبر خدا هستی. پس وصف الهی فقط از زبان پیامبر معجزه است و معجزات پیامبر دلیل بر صدق پیامبره، چه اونها که در اون زمان بودند و معجزات پیامبر را حضوراً دیدند و چه کسانی که در اون زمان بودند و ندیدند و مردند و تمام شد. و اما در امروز کسانی هستند که با دلیل‌های متواتر و قطعی معجزات پیامبر را می‌بینند و دلیل بر حجت پیامبر است. در روایت دوم داره که امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب سلام الله علیه در بعضی خطبشان فرمودند که من الذی حضر سبخت الفارسی، که در اون زمانی که سبخت آمد از فارس بود و یهود بود، کی بود اونجا حضور داشته باشه که با پیغمبر سخن میگفت؟ گفتند هیچ کدوم از ما اونجا حاضر نبودیم. امیر المؤمنین فرمودند ولیکن من اونجا بودم که سبخت آمد و کسی بود از بزرگان و رؤسای فارس و خیلی زبان گویایی داشت و گفت یا محمد الاما تدعو، دعوت به چه میکنی؟ فرمودند ادعو الی شهادت ان لا اله الا الله وحده لا شریک له و ان محمدا عبده و رسوله، توحید و نبوت خودشان. سبخت گفت و این الله یا محمد، خدا کجاست؟ قال هو فی کل مکان موجود به آیاته. این روایت شریف رو مخصوصاً به خاطر این قسمتی بود که من حذف نکردم. حضرت فرمودن هو فی کل مکان